معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه وقتی خسته میشد از حکومت داری میگفت به خطیب بگید بیاد برام از علی بگه. خطیب میگه آقا در امانم، میگفت در امانی. یه حوله ای داشت دستمال بزرگی، وقتی شروع میکرد از علی گفتنی بلند بلند گریه میکرد، دستمال حوله خیس میشد، صله ای هم میداد و آخرم به خطیب میگفت که هر چی گفتی از علی من بهتر و بالاترش رو بلدم، من بیشتر میشناسمش. گاهی در گوشی بعضی ها میگفت که چیزایی که من از علی میدونم کسی نمیدونه. گاهی میگفت علی چند تا فضیلت داره که اگر یکیشو من بیداشتم فخر میفروختم به همه، از اینکه تمام یاقوتهای دنیا مال من باشه، به اندازه شتران سرخ مو یاقوت من داشته باشم و چه و چه و اون چه که خورشید برش میتابه، با عبارات مختلفی و چند تا از فضائل رو بیان میکردن. یه روز برگشت گفت که زیر این آسمان روی این زمین بهتر برای این جایگاه خلافت خدا بهتر از علی ابن ابی طالب خلق نکرده است. کسی بهش گفت که آقا خودت داری میگی بهتر از علی برای خلافت روی زمین و زیر آسمان نیست، پس چرا واگذار نمی کنی؟ گفت به سه جهت. یک، این حب به جاه رو من دارم، نمیتونم دل از این جاه و مقام بکنم. دو، رقص کنیزکان، و سه، زرق و برق سکه ها، این درهم و دینار ها نمیگذره. یعنی جا و مقام، حب شهوات و حب پول و مال دنیا انسان رو از اهل بیت جدا میکنه. ببینیم ما چقدر از این خصائص در وجودمون هست، اصلاح بکنیم. محرم فصل اصلاح است، محرم فصل حرس کردن است، فصل رشد است، محرم فصل مبارزه با طاغوت است. اولا باید از طاغوت درون آغاز بکنیم. محرم فصل پروازه، تو زمین چرخیدن کاری از پیش نمیبری. اگر در وجودمون این ویژگی ها هست، ولو به اندازه خردل و کمتر از خردلی که سم محض است، بریم دنبال مداراش، مداوای اون و برکت اهل بیت مداواشون هم آسان است. چجور ما حاجات مادی رو خیلی زود از اهل بیت میگیریم؟ فقط کافیست الان شروع کنیم تعریف کردن از حاجات مادی که ما از اهل بیت گرفتیم. همتون یادتون میاد مرحوم آیت الله عظمای بهجت میفرمود اگر هر شیعه بخواد فقط توجهاتی که اهل بیت بهش داشتن بنویسه، به اندازه هر شیعه یه جلد کتاب بیرون میاد. یعنی ما آمار شیعه مون چقدره؟ یک جلد کتاب اقلش بیرون میاد. نمونهش هم اینه که شما شبها دور هم گاهی بشینید هر کی شروع کنه از یه چیزی تعریف کردن، بگه من میخواستم برم کربلا اصلا پول نداشتم، یا اصلا نمیدونم چجوری بود، اون میگه میخواستم خونه بخرم متوسل شدم به حضرت مسلم بن عقیل، حضرت من کمک کرد. اون یکی میگه من قرض داشتم تو روزه گفتم یا ابا عبدالله آبروم نره قرض دارم. میگه من دنبال یه همسر بایسته و شایسته بودم همینطوری. یکی میگه من اونجا آبروم در خطر بود آبرومو خرید. میگه من بچه دار نمیشدم، آمدم تو روزه ابوالفضل گفتم هاشا به کرمت ابوالفضل. خیلی آرزوی بچه دارن، به ما هم میگن تو این شبا دعاشو بکنید. همه گرفتن، بعد همه یادشون میاد که چه جاهای اهل بیت دست. بعد آقای بهجت فرمود اگر انجام بدی هر کی یک جلد کتاب بشه، فقط از فضائلی که خودش از اهل بیت، از عنایاتی که اهل بیت بهش داشتن. چجور ما حاجات مادی من رو زود میگیریم؟
چون قاطع متوسل میشیم، چون دلمون میشکنه، چون میدونیم کجا چی بخوایم. ولی حاجات باطنی و معنوی خودمون رو پاش وای نمیستیم. یعنی امشب دامن امام حسین رو بگیری بگی آقا یا ابا عبدالله من وجودم حسد هست، میخوام این حسد رو تو بیرون کنی.